تلاشی خانه های مردم، پیام مارشال دوستم به طالبان. آغاز حملات جبهه مقاومت و قتل عام طالبان در دایکندی. تلاشی خانه به خانه، وزارت داخله طالبان. به خاطر حفاظت باشندگان کابل، عملیات تصفیه‌ای جریان دارد. یک کودک 3 سالی دیگر در هلمند بچه افتاد. بازگشت ظریف غفاری به افغانستان. من دختر این مملکت هستم. وزارت دفاع اوکراین، امکان دفع تجاوز روسیه وجود دارد. با یاد خدا با مجموعه خبری مهم این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیو مهم با ما باشید. یک کودک 3 ساله در هلمند بچه افتاد. یک کودک خردسال که گفته شده 3 سال سن دارد در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند بچه افتاده است. این در حال است که در پی افتادن کودک 6 ساله زابلی، طالبان دستور دادن تمامی جاها در سراسر کشور پوشانده شوند. حافظ راشد هلمندی، رئیس اطلاعات و فرهنگ دولت طالبان در هلمند، امروز یکشنبه 8 اُود این خبر را تایید کرده و گفته است که این حادثه در منطقه فراد ولسوالی نوزاد این ولایت رخ داده است. گفته می شود که این کودک در داخل چاه گیر مانده و امکان نجات وی اندک است. این در حال است که چند روز پیش هم تلاش امدادگران برای نجات حیدر، کودک 6 ساله زابلی که در یک چاه عمیق افتاده بود، ناکام ماند و امدادگران در نهایت پس از تلاش های شبانه روزی برای نجات، پیکر او را از چاه بیرون آوردند. بازگشت ظریف غفاری به افغانستان. من دختر این مملکت هستم. ظریف غفاری، شهردار سابق میدانشهر و برنده جایزه زنان شجاع به افغانستان برگشته است. او با تایید این خبر گفته که من دختر این مملکت هستم. خبرگزاری دولتی باختر که از سوی طالبان کنترل می شود گزارش داده که ظریف غفاری، شهردار پیشین میدانشهر، مرکز ولایت میدانوردک و یکی از فعالان مدنی، پس از نزدیک به 6 ماه سرگردانی و مهاجرت به کشورهای اروپایی، دیروز یکشنبه 7 اُود از برگشتش به افغانستان خبر داده است. وی با سکوت دولت پیشین کشور را ترک کرده بود. خانم غفاری در صفحه فیسبوک خود نگاشته است که من دختر این مملکت هستم و در هر خوبی و بدی، غیر سیاسی و بی‌طرفانه در کنار این ملت خواهم بود. او یکی از دریافت کنندگان جایزه زنان شجاع وزارت خارجه آمریکا انتخاب شده بود. وزارت امور خارجه آمریکا جایزه زنان شجاع را همساله به زنان اهدا می کند که بیشترین تلاش را برای تامین صلح، عدالت، حقوق بشر، برابری جنسیتی و برجسته ساختن نقش زنان در کشورشان کرده باشند. این برنامه سال 2007 آغاز شده است. خانم غفاری برای آغاز به کارش به عنوان شهردار میدانشهر با دشواری های بزرگ روبرو شد. او ماها پس از صدور حکم مقامش عملا نمی توانست آغاز به کار کند. میدانوردک از مراکز عمده طالبان و حزب اسلامی محسوب می شود که حضور زن در رأس یک اداره مهم دولتی را تحمل نمی کردند. تلاشی خانه به خانه، وزارت داخله طالبان. به خاطر حفاظت باشندگان کابل، عملیات تصفیه‌ای جریان دارد. بدنبال گسترش واکنش ها به بازرسی ها در کابل و ولایات، وزارت امور داخلی حکومت طالبان می گوید که به خاطر حفاظت و امنیت باشندگان شهر کابل، عملیات تصویبی با مشوره و با حضور داشت وکیل گذر و ملا امامام مساجد هر منطقه جریان دارد. این وزارت در خبرنامه گفته است که بدون حضور داشت وکیل گذر و ملا امام مسجد، نیروهای آنان به تلاشی نمی روند. در خبرنامه آمده اگر کسی، یعنی به نام مجاهدین، بدون حضور وکیل گذر و ملا امام به خانه شما آمد، به گونه فوری به شماره های وزارت داخله به تماس شوید. وزارت داخله همچنان از باشندگان شهر کابل خواسته است در صورت که آنها سلاح غیرقانونی داشته باشند، به شماره های ارتباطی این وزارت تماس گرفته و سلاح های خود را تسلیم کنند. این در حال است که تلاشی خانه به خانه در شهر کابل و ولایت های کاپیسا، پروان و پنجشیر از 2 روز به این سو جریان دارد و این کار با واکنش های گسترده روبرو شده است. حادثه ترافیکی در هرات،
جان 6 نفر را گرفت. 6 نفر به شمول یک زن در یک حادثه ترافیکی در شهرهای هرات ترغندی جان باختند. بر بنیاد گزارش ها، صبح امروز یک شنبه 8 اهود، یک موتر سراچه با یک موتر باربری در شهرهای هرات ترغندی برخورد کرده و تمام مسافران موتر سراچه جان باخته است. گفته می شود قربانیان این حادثه توسط آمبولانس به شفاخانه حوضه بی هرات منتقل شده است. به گفته مسئولان در این حادثه ترافیکی 5 تن دیگر زخم برداشتند. هنوز در مورد علت وقوع این حادثه چیزی گفته نشده، اما بی توجهی راننده ها و خرابی سرک ها از دلایل عمده این حادثه خوانده می شود. تنش مرزی طالبان و پاکستان، گذرگاه اسپین بولدک باز شد. گذرگاه اسپین بولدک چمن پس از 2 روز بسته بودن برای مسافران باز شده است. این مرز زمینی پس از درگیری میان مزبانان پاکستانی و طالبان بسته شده بود. گذرگاه اسپین بولدک پس از 2 روز بسته شدن امروز یک شنبه 8 اهود دوباره برای مسافران باز شده است. دولت پاکستان 2 روز پیش بعد از درگیری مرزی میان نیروهای طالبان و مزبانان کشورش گذرگاه اسپین بولدک چمن را برای مسافران بست. گفته می شود که در نتیجه این درگیری میان نیروهای طالبان و مزبانان دولت پاکستان 2 تن کشته شده بودند. افغانستان و پاکستان بارها در مناطق مرزی وارد درگیری نظامی شدند. انتظار می رفت که با روی کار آمدن دولت طالبان این تنش های مرزی میان دو کشور همسایه فروکش کند، اما به نظر می رسد که این اتفاق رخ نداده و تا اکنون چندین بار میان طالبان و مزبانان پاکستانی تنش و درگیری واقع شده است. آغاز حملات در دایکندی. 4 طالب تروریست در ولایت دایکندی کشته شد. در یک حمله چریکی نیروهای جبهه مقاومت ملی بالای طالبان تروریست و اشغالگران پاکستانی شب گذشته موقع گشت‌زنی در ولایت دایکندی 4 طالب کشته شده است. همچنان به نقل از راهیل دوستان، تازه مارشال دوستان: چراغ ظلم روشن نخواهد ماند. طالبان خانه های مردم را به زور تلاشی می کنند، قفل ها شکسته می شود. چراغ ظالم آغاز سال 14-1 خاموش خواهد شد. وزیر دفاع اوکراین: امکان دفع تجاوز روسیه وجود دارد. وزارت دفاع اوکراین از احتمال دفع حمله های نیروهای روسی بر شهرهای این کشور خبر می دهد. با گفته او، جهان باور نمی کرد که مردم این کشور این گونه در برابر حمله روسیه مقاومت کنند. او روز یک شنبه 27 فوریه از جهان خواست که حمایتش را از این کشور تقویت کند. او در تویت گفت 72 ساعت مقاومت این کشور به جهانیان ثابت کرد که امکان دفع تجاوز روسیه وجود دارد. پیش از این رئیس جمهور اوکراین از شهروندان خود خواسته بود که با این کشور در جنگ در برابر روسیه کمک کنند. حمله نظامی روسیه بر اوکراین وارد 4 روز آن شده است و نیروهای روسی تا اکنون بخشهایی از شهر خارکوف و کیف را تصرف کردند.